درود بر بینندگان مردم تیوی در سراسر دهان. من پرویز اینجا هستم. روزای چهارشنبه به وقت واشنگتن از ساعت 5 تا 6 در خدمت شما در مردم تیوی در خدمت آقای پارسا سربی هستم. در آغاز برنامه سپاسگزاری میکنم از آقای پارسا سربی که در اتاق فرمان در واشنگتن برنامه رو کارگردانی فنی میکنم و سپاس دارم از شما خانم‌ها و آقایون عزیزی که به این برنامه توجه می‌کنم. ببینید، ما ایرانی‌ها اول باید اشکالات خودمون رو اصلاح کنیم، بعد ادعا کنیم که می‌خوایم رژیم عوض کنیم. تا ما اشکال داریم، خود رژیم عوض کنیم، دوباره یه رژیم دیگه میاد. برای که ما قدرت درک اجتماعیمون یه مقدار ضعیفه. ببینید، یکی از همین نویسندگان که مثلا باید نویسندگان گویندگان اونایی که در دستن در کار روزنامه ها و مجله ها و تلویزیون و رادیو هستن باید یه مقداری باید سوادشون از مردم معمولی بیشتر باشه دیگه. نه قبول دارید اینو؟ نه. اگه برای باشه که مثل مردمان معمولی باشن، خب مردمان معمولی هم میرن میشن پشت تلویزیون. باید یه مقدار بیشتر باشه، یه مقدار عمیق‌تر به مسائل نگاه کنن. خب مثلا فرض کنید که به من میگن که مثلا فلان شخصیت در یکی اتفاقی که نزدیکان من میگفت، گفت در یه جا خوندم که آقای حضرت علی در یک روز 1000 نفر رو همچین با شمشیر زده فرق سرشون که درست دو نیمه مساوی شدن، یعنی این دو نیمه هیچ فرق با هم نداشته، 1000 نفر. گفتم از این من این حرف خب باور کردنی نیست. اول اینکه در جنگ اینا هایی باشیم همه خودی سرشون بوده، همچه آسون نبود بزنی کلک نه. بعد جمجمهش رو بیایی این مثلا فکاش و استخونهای سر تا سر ستون مراهاش رو وسط نیمه کنی که مساوی باشن. خب ببینید، اگر یک آدم معمولی این حرفا رو باور کنه، خب یک آدمی که دستن در کار رسانه است باید روش فکر کنه. یکی از دوستان یه روز من گفتش که من این کتاب خوندم، خاطرات مادر محمد رضا شاه. گفتم حالا من تا حالا که تا جایی که میدونم هم کتاب خاطراتی وجود نداشته، حالا بگیرم چی نوشته بود. گفت نوشته بود که وقتی جنرال دوگل رو دعوت کردن اومد در دربار، شب که میخواست به خوابه دیدن تخته کوتاه، اینقدرش بلنده، پاش میره تخت بیرون. همونطور خروبش سر شب رفتن یه نجار رو بردن یه تخت دراستری درست کردن تا این بخوابه. گفتن آقا این حرف چطور باور میکنی؟ یه رئیس جمهوری کشور میخواد بره یه کشور، قبلا ماموران اون کشور میان جاش و مکانش و کجا غذا میخواد بخوره، کجا میخواد بخوابه، کجا چجوری، نه من بررسی میکنم، در نظر میکنم آقا این غذا رو میخواد بدی، این اینو دوست نداره، اینو بدی، اینجوری وسایل پذیرای من تخت آخر سر دیدم قدش دراز. ببینید، حالا یکی از سروران عزیزان که همونطوری که میگم بی ملاحظه مطلب می‌نویسه، نوشته بود که ما افتخار میکنیم ما ایرانیان که دوتا با پادشاه بانون داشتیم، دوتا زن در کشور ما به پادشاهی رسیدن. ببینید، سوال من اگه شما جواب بدید من خیلی خوشحال میشم. ببینید، تلفن اینجا هستش 281-835-3063، میتونید زنگ بزنید و جواب بدید اگر بدونید. من تلفنی یه بار میگم که نکنه اشتباه کرده باشم. 281-835-3063 281-835-3063. حالا اگر الان رو برنامه بیاید یا اگر هر موقع هفته شما زنگ بزنید، این پیامگیره، این تو اتاق استودیو، من تو اتاق استودیو زندگی نمی کنم، من فقط ساعتی که برنامه دارم میام اونجا، ولی لذا اگر در خیلی ساعتی که من برنامه دارم زنگ بزنید من نیستم، ولی تلفنتون پیامگیر، تلفن پیامگیر داره، صداتون ضبط میشه و اگر مناسب باشه من حتما در برنامه بعد صدای شما رو پخش میکنم. سوال من اینه، ما قبل از اسلام در نیمی از تاریخ خودمون که مثلا فرض کنیم که 1400 ساله، در 1200 سالش آقای نیمی از دنیا بودیم.
چرا در زمان اخوانشیان زنی پادشاه نشد؟ چرا در زمان اشکانیان زنی پادشاه نشد؟ چرا در زمان ساسانیان زنی پادشاه نشد؟ فقط این سالهای آخر شد. چه اتفاق افتاد در این سالهای آخر که زنان پادشاه شدن؟ حالا برای که بفهمیم چه اتفاق افتاد، من این مدار توضیح میدم. ببینید، خسرو پرویز که پادشاه شد، خسرو پرویز پادشاهی بود خوشگذران، عاشق پیشه و مجالس ساز و نمیدونم موسیقی و اینهای دربارون در همه ادبیات فارس و عرب و همه ضرب المثل شده اینجور، و رفتارش با سرداران خودش خوب نبود، با لحن بدی بهشون حرف زد. یه سردار بزرگی داشت به نام بهرام چوبینه، یعنی در واقع میشه گفت سپه سالارش بود، مثل این میگفت مثلا وزیر جنگش بود، مثل این میگیم سردار سپهش بود. این بهرام چوبینه، معذرت میخوام، این بهرام چوبینه در یکی دو تا جنگ از طرف خسرو پرویز رفت شرکت کرد. در یکی از این نبردها یک شکست کوچکی به سپاهش وارد شد. وقتی اومد خسرو پرویز مسخرهش کرد، ای بابا این سردارته، این سپه سالارته، این هرچی جنگ فرستادی رفته پیروز برگشته، حالا یه جایی اتفاق افتاده، یه قسمتی از سپاهش شکست خوردن، کل سپاه که شکست نخوره، یک شکست جزئی بهش وارد شده، چرا مسخرهش میکنید؟ چرا در حضور دیگران بهش بدی میگید؟ این از عدم کاردانی یک پادشاه. بهرام چوبینه به خسرو پرویز شوری برای اولین بار در تاریخ ایران، تاریخ قبل از اسلام منظورمه، یک سرداری به پادشاه شوری. خسرو پرویز یه جنگ کرد شکست خورد، یه جنگ دیگر کرد شکست خورد، بهرام چوبینه اومد تیزفون تاج و تخت سلطنت رو صاحب شد. یعنی سپه سالار اومد پادشاه شد، پادشاه فراری شد. پادشاه فراری یعنی خسرو پرویز از امپراتور روم کمک خواست. امپراتور روم به اون کمک کرد و پول داد، سرباز داد، اومد. در جنگ سوم بر بهرام چوبینه پیروز شد و بهرام چوبینه فراری شد و رفت به خواهان ترک چین پناهنده شد و در اونجا در دسیسه کشته شد. خب حالا خسرو پرویز شد پادشاه، امپراتور روم هم دوست با اینه و یکی کمکش کرده پادشاهیش که دوباره به دست بیاره. از اتفاقات روزگار یک کسی اومد امپراتور روم رو و پسراش رو کش، حالا اسمشون یادم رفت. وقتی پسراش میکش، خسرو پرویز به خونخواهی امپراتور کشته شده و پسران کشته شده اون، رفت با روم شروع کرد جنگیدن، با بیزانس شروع جنگیدن. فکر کنید چقدر مدت جنگی؟ 25 سال. 25 سال خسرو پرویز با روم جنگی، گاهی این پیروز میشد، گاهی اون پیروز میشد، گاهی میگفت بیا صلح کنیم اون قبول نمیکرد، گاهی اون میگفت بیا صلح کنیم این قبول نمیکرد. خسرو پرویز در یکی از جنگ ها رفت در اورشلیم، همین بیت المقدس فعلی که الان قبلا بخشی از اردن بود، بعد بخشی از فلسطین شد، الان هم بخشی از اسرائیل شده. رفت در بیت المقدس، یه صلیب چوبی رو که عیسی به اون صلیب شده بود و برای مسیحیان مقدس بود، اونو برداشت آورد به تیزفون. حالا ببینید، مثلا ما حالا مسلمونیم، درست؟ اگه مثلا اگه قبول داشته باشیم اسلام رو قبول داشته باشیم علی مثلا خلیفه چهارمه، یا قبول داشته باشیم شیعه هستیم علی امام اوله، با یه شمشیر اینو زدن که با اون به درد اون شمشیر بعد دو روز مرده. حالا این شمشیر رو ما باید بوس کنیم یا توف کنیم؟ نمیدونم. این شمشیری که امام اول شیعیان رو کشته باید بهش توف کنیم یا باید بوسش کنیم؟ برای ای
پیروان عیسی اون صلیب رو میبوسن، صلیبی که عیسی به وسیله اون کشته شده میبوسن. من دلیلش رو نمیدونم، بازم اینم اگه کسی میدونه برای من بگه چرا این صلیبی که سبب کشته شدن عیسی شده چرا این میبوسن. خالو بگذاریم، صلیب یه چوب اینطوریه یه چوب هم اینطوریه دیگه، دو تا چوبه، چیز با ارزشی نیست که. ولی چون که عیسی به اون آویخته شده بوده و کشته شده بوده برای مسیحا مقدس بوده، وقتی خسرو پرویزینا آورده بسیار دوباره امپراتور رو پیغام داده آقا بیا این صلیب رو بده و مثلا صلح کنیم با هم. خسرو پرویزینا گفته این صلیب رو نمیدم، حالا دو تا تیکه چوب به شما بدم چه فایده داره؟ اگه من این صلیب رو به شما بدم مردم کشورم فکر میکنم من مسیحی شدم. خسرو پرویز یک مالیاتی، آخه میدونی جنگ خرج داره دیگه، از اواسط پادشاهی خسرو پرویز، از اول نه از وسطاش، یک مالیاتی به مردم بست به نام گزیت. گزیت یعنی اون عربا اینو گفتن جزیه، اصل اسمش گزیت بود، یک اسم ایرانی بود گزیت، عربا بعدن اسم اینو گذاشتن جزیه چون گاف نداشتن، جه گاف و جه کردن گفت شد جزیه. گزیت حالا چی بود؟ گزیت این بود که خب همه مردم که کشاورزی میکردن یک سهمی از محصول رو یا پول سهمی از محصول رو به دولت میدادن، برای که دولت برشون امنیت به وجود میآورد و جاده میساخت و به قرار کار میکرد، دولت مخارج داره، پس بنابراین اینو میدادن. اما خسرو پرویز گفت اونایی که زردشتی نیستن یک این گزیت رو دادن، یعنی دو تا پول میدادن، یکی همه مردم میدادن که اسمش مالیات بود، یکی فقط غیر زردشتی ها میدادن که اسمش گزیت بود. ولی این با مسیحا خسرو پرویز خیلی خوب بود، اینقدر خوب بود که بعضی شایع کرده بودن که خسرو پرویز مسیحی شده، و به خصوص که شیرین دختر زیبای مسیحی رو به زنی گرفتیه، پس بنابراین این شایعه بیشتر شد. برای این جنگ های بی پایان خزانه کشور رو خالی از پول کرد و سرداران بزرگ رو یکی یکی کشته شدن و سربازان کار کشته دونه دونه جان باختن، و بالاخره شورای پادشاهی اومد خسرو پرویز رو عزل کرد، پادشاهی زندان انداخت و محاکمش کرد. در محاکمه ای که برای خسرو پرویز هست یه دوستی دارم به نام شاهین نژاد، دوست جوان منه، حدود 51-52 سالشه، دو تا کتاب نوشته، یکی نشیبی دراز از پیش فراز، یکی دیگه فلسفایی بر ایران شهر، باورهای ایران شهری. این دومی به صورت هم کتاب هم سیدیه، یعنی من بسیار از این آموختم، سیدی رو تو ماشین شاید 10 بار گوش کردم از اول تا آخرش، شما هر وقت خاموش کنید دوباره وقتی رادیو روشن کنید دوباره میره بقیه، من فکر کنم میره اولش، نه میره بقیه، بعد سیدی فشرده است، من نمیدونم چی میگن اصطلاح فنیش، MP3 هم چی چیزی میگن، برای مثلا 7-8 سیدی توی یه سیدی گذاشته شده، همینطوری شما میتونید بیاید رو رادیو دوباره برید رو سیدی بقیهش میان، خاموش کنید دوباره روشن کنید بقیهش میان، فقط وقتی میره از اول که شما سیدی یا سیدی تموم بشه برای از اول یا در بیارید دوباره بذارید میره از اول. برای من از این کتاب آقای شاهین نژاد، مهندس شاهین نژاد، خیلی چیز یاد گرفتم. برای به خسرو پرویز اتهامش این بود تو سربازان ایرانی رو برای سالهای درازی در مرزها و دور از زن و بچه و خانوادهش رو نگه داشتی، آخه جنگ یه زمانی داره باید برگرد سرباز دیگه، بسیاری سربازان و سپه سالاران رو به کشتن داری، مالیات زیادی به زور گرفتی، مردم رو تحقیر کردی، وقتی مالیات گرفتی مأمورین تو به مردم توهین و تحقیر کردن و پول زیادی از اونا گرفتن و کشور رو به هر حال به این وضع بد انداختی، ولذا محکوم به اعدام شد. خیلی راحت پادشاه 25 سال جنگ کرد بیهوده، محکوم به اعدام شد و اعدامش کرد. و باز برمیگردم به این سوالی، نه سوالی یا تو نه را سوال، چرا در اواخر دوران سلسله ساسانی
دو تا زن پادشاه شدن، چرا تا حالا این اتفاق نیفتاده بود؟ اینو میخوام بگم. بعد که خسرو پرویز کشته شد، شیرویه پسرش که بعدا بهش گفتن قباد سوم یا شیرویه، این پادشاه شد. خب این 17 برادر دلاور فرهیخته خودشو کشت. ببینید یک مردی پسر پادشاهه، حالا پادشاه میشه، 17 تا برادر خودش، 17 تا برادر داشت، همه رو کشت. چند تا از اینا پسر شیرین بودن، اون زن مسیحی خسرو پرویز. آزرمیدخت و پوراندخت دو تا خواهرش که باقی موندن دیگه، همه برادر رو کشته شدن، فقط دو تا خواهر باقی موندن. چرا نزدیک شدی به اینکه چرا دو تا زن پادشاه شدن؟ پسر اینم افتاد و برادرش کشت. بعد خواهرش خیلی شماتتش کردن، گفتن تو برای نگهداری تاج و تخت لرزانت پدر و 17 برادر تو به کشتن دادی. حالا پدر به کشتن دادی منظورشون چی بود؟ منظورشون بود که اگه شیرویه پافشاری میکرد مقابل اون دادگاه وای میستاد، شاید خسرو پرویز رو دادگاه نمیکشت، ولی شیرویه یه چراغ سبز داد به دادگاه که شما میتونید این رو بکشید. شیرویه خودش پدرش نکشت، ولی به گفته آزرمیدخت و پوراندخت عوامل کشته شدن پدرش رو برهم کرد، ولی برادرش رو خودش کشت. شیرویه 4 سال پادشاه بود و در این 4 سال یک سرداری بود به نام شهربوراز، سردار بسیار بزرگی بود، مثل سپهسالار بود. شهربوراز رو آورده بود و از شهربوراز نظرخواهی میکرد. شهربوراز هم فرمانده سپاه و هم به عنوان وزیر با شیرویه کار میکرد. شیرویه با روم صلح کرد. وقتی صلح کرد سربازان ایرانی، بخشی از خشون ایران در که در مصر و فلسطین و سوریه بودن، مصر و فلسطین و سوریه اون موقع تحت جزوی از بخش خاک ایران بودن، حتی لیبی هم جزوی بخشی از خاک ایران بود، ولی شیرویه گفت سپاهیان ایران از اونجا اومدن بیرون، اونا رو بخشی به روم و گفت دیگه جنگ نکنیم، اینا مال شما، دیگه جنگ نکنیم. اون سپاهیانی که از مصر و سوریه و فلسطین اومده بودن، اینا یه بیماری رو به ایران آوردن به نام طاعون. طاعون انقدر آدم رو کشت که حدی برش متصور نیست. اونایی که حداقل گفتن گفتن نصف مردم ایران کشته شدن، حد اکثر گفتن. اونایی که حداقل گفتن گفتن چند صد هزار نفر، چند صد هزار نفر، حالا بگو مثلا 500 600 700 هزار نفر کشته شدن. شیرویه هم مرد. روایت ها دوتاست، بعضی میگن شیرویه در اثر طاعون مرد، بعضی میگن نه در اثر طاعون نمرد، بلکه شیرین زن مسیحیه، یعنی نامادری مسیحی، او را کشت به انتقام قتل پسرانش. برای شیرویه که کشته شد، یک سردار ایرانی به نام بهادرگشنسب، ببخشید این اسما رو یادم نمون، مجبور شدم بنویسم تقلب کنم از اینجا، یک سردار ایرانی به نام آذرگشنسب، فرزند خردسال شیرویه رو به نام اردشیر به تخت سلطنتشون، فرزند خردسال پادشاهی نمیتونه بکنه دیگه، پس آذرگشنسب خودش به اسم اردشیر پادشاهی میکرد، یعنی پادشاهیشون بودن ولی دستور دهنده و اجرا کننده اونشون بودن. خب شهربوراز از این موضوع بهش برخورد، گفت من همه کار بودم، من مشاور شاه بودم، حالا این آذرگشنسب اومده مشاور شاه شده، جای من گیر گرفته. حمله کرد به تیسفون، اردشیر رو کشت، خودش پادشاه شد. چی شد؟ این دفعه دو دفعه سرداری به تخت نشست. یه دفعه بهرام چوبینه بود که برای مدت کوتاهی پادشاه شد، یه دفعه آذرگشنسب که برای مدت کوتاهی پادشاه شد. حالا
در فاصله 4 سال یعنی از مرگ خسرو پرویز تا پادشاهی یزدگرد سوم، در عرض 4 سال 12 مرد و زن پادشاه شدن. ببینید یعنی چی؟ یعنی دیگه شیرازه استحکام ساسانیان به هم خورده بود. حالا چرا به هم خورده بود؟ برای که ببینید هخامنشیان سردشتی بودن و به همه دین ها آزادی میدادن. اعلامیه جهانی کوروش پروش بزرگ میگه هر دینی قابل احترام و مرفوم هر دینی رو میتونن داشته باشن. و خود کوروش رفت به وقتی بابل رو فتح کرد، رفت به معبد اون بابلیا، به خدای سنگی اونا، یه بتی داشتن که خدا بود اسمش مردوخ بود، لباس اون مردم پوشید، لفت توی معبد اونا به اون مجسمه سنگی عبادت کرد و با این مردوخ من سپاسگزارم که تو کمک کردی من به پادشاهی رسیدم. حال من جملاتش که اینا یادم رفت. منظورم این که ببینید چه فرقی کرد بین هخامنشیان تا ساسانیان. خسرو پرویز گفت اونایی که غیر زردشتیان هم باید مالیات بدن هم گزیت بدن. پس آزادی ادیان به رفت. حالا چرا اینطوری شد؟ برای که دینهای مختلفی در دین زردشتی که ملت ایران با اون دین بودن نفوذ کردن. قبلا مثلا فرض بفهمید که ملت ایران زردشتی بودن، ولی مثلا لیبی هر دینی داشت فرق نمیکرد. در زمان داریوشاه به داریوشاه خبر دادن که در لیبی که بخشی از سرزمین ایرانه یک خدای مجسمه سنگی دادن به نام ملوخ. ملخ نه، ملوخ. این ملوخ یک خدای فلزیه، یک مجسمه فلزیه و هر چند گاهی یک کودک رو جلوی ملوخ قربانی میکنن. داریوش کپه جلوی این کارو بگیرید، اصلا اهمیتی نداد که اونا ممکنه که کارتاژیا اون مردمان سرزمین لیبی بیان مثلا طغیان کنن به پادشاه، بیان سربازهای ایران رو بکشن، بیان چه کنن. گفت ببین ما دین ها آزاده، هر کس هر دینی میخواد داشته باشه، ولی جان انسان ها عزیزه. من اجازه نمیدم در سرزمینی که من پادشاهشم یک انسان بیگناهی رو بی خودی برن جلوی یک مجسمه مفرخی بیان اینو به اصطلاح قربانی بکنن. ببینید بگم همه دین آزادن ولی کشتن یک انسان ممنوعه. حالا در زمان ساسانی هم این عوض شده. ببینید علتش میگم، علتش این بود که من اینو یه اشاره کردم در برنامه قبلی. ببینید چون با اون چند دفعه گفتید قل هو الله، یعنی بگو خدا یکیست. چند دفعه گفتی؟ 1000 بار گفتی؟ روزی 17 بار اگه مسلمان باشید روزی 17 بار گفتی. بعد هم همینطوری در مناسبت های دیگه گفتی. خب 17 رو در مثلا فرض کنیم که 1000 روز که میشه تقریبا 3 سال خورده ای، خب میشه 1000 دفعه گفتی قل هو الله. بازم تکرار میکنی بابا قل هو الله گفتی بگو خدا یکیست دیگه، چند دفعه بگم بسه. پس من یه چیز تکرار کردم به من خورده نگیر. ببینید دین یهود در ایران نفوذ کرد. یهود خیلی قبل بودا، ولی زمانی که در ایران نفوذ کرد بعد وقتی که کوروش یهودی ها رو در بابل آزاد کرد، بعضی یهودی ها اومدن در ایران بخواسته شدن به اجازه کوروش. کوروش که هر کدوم تو میخواید بیارید در ایران زندگی کنه، هر کدوم میخواید برید اینم پول جواهرتون که از شما غارت کردن بیارید این پول جواهرتون رو بگیرید برید معبدتون هر کار میخواید بکنید. از اون موقع نفوذ کردن، منطقه نفوذشون کم بود، به تدریج در زمان ساسانیان زیاد شد، به طوری که یک بخشی از شمال شرقی ایران اصلا کریمی بودن. کریمی ها این باوره که تو اسلام تو قرآنه همش از اول موسی آورده، تو تورات رو اگر همون 3-4 صفحه اولش بخونید به این میرسید. نوشته که خدا آدم و حوا رو خلق کرد، یه سیب گذاشت اونجا، گفت این سیب رو نخورید. بعد وقتی فهمید اینا سیب رو خوردن، فهمید که سیب میوه هوش و دانایی بوده و اینا میوه هوش و دانایی رو خوردن، یعنی با خوردن این میوه هوشمند و دانا شدن.
هرچی سیب بخوریم هوشمند دارانشون سیبه چه سیبه بود. بعد خدا گفتش اینطور که تو تورات نمیشه، خدا گفتش که اینا که میوه هوش دانایی رو خوردن اگه میوه در عمر جاویدان درخت عمر جاویدان رو بخورن مثل من میشن. یعنی فرق خدا با آدم دو چیزه، یکی هوش دانایی داره، یکی عمر جاویدان داره. بعد اون توی تورات نمیشته که خدا فرشته هایی رو که شمشیر چرخانی داشتن گذاشت که اون درخت میوه عمر جاویدان که آدم اول نرن از اون بخورن. خب این اینا با عقل جور در نمیان. عیسی اومد گفت این ورد صورت سیلی زدن اون وردش هم بگیر بزنن، پیرانت خواستن کتن بده. آخه این با عقل جور در نمیان. بعد بودا اومد، بودا پیغمبر بزرگی که چقدر دربارش بودیسم و فلان اینا رو چه. ببینید بودا رو کی بود؟ بودا تو تاریخ هستش، یعنی مثل موسی نیست که نباشه تو تاریخ، یا مثلا پیغمبر دیگه مثل یعقوب، سلیمان، داوود، اینا تو تاریخ میتونه، اینا تو قصه و قاطی هست. ولی بودا تو تاریخه، یک ولیعهد یکی از سلطان نشینای هندوستان بود. میدونی هندوستان مثلا اون زمان توش مثلا شاید 100 تا 120 تا سلطان نشین بود، سلطان نشین های مختلف که اینش کدوم همه تحت فرمان یک سلطان بزرگ نبودن، همه تو کار خودشون مستقل بودن. بودا ولیعهد یکی از اینا بود، زن داشت، بچه داشت، کاخ خودشو داشت. یه روز فکر کرد که اگه بچه من بمیره که خب من قصه میخورم، پس من برم ببینم که چطوری میشه غم و غصه انسان‌ها رو پایان داد، به غم و غصه آدم‌ها پایان داد. کاخش رو ول کرد و زنش رو ول کرد و بچه‌هاش رو ول کرد، رفت تو جنگل که فکر کنه که چجوری غم و غصه رو پایان بده. خب اشکالی نبود اینجا. بعدم آخر سر اومد جوابش پیدا کرد، گفت به هیچی تعلق نداشته باشید، به هیچی دل نبندی، یعنی نه خونه، نه زن، نه بچه، نه اسب، نه نمیدونم سپاه، نه باغ، نه هیچ، دل به چیزی نبندید. چون که اگه دل ببندید اون از بین بره شما قصه نخورید. بهترین راهی که قصه نخورید اینکه دل به چیزی نبندید. بودایا ملتی شدن که، یعنی هندی ها ملتی شدن که در طول تاریخ هر کی اومد راحت اینا رو رفت و غارت کرد و کشت و نیایشان کرد. بعدها پادشاهان مغول اومدن اونجا، محمد شاه پادشاه مغول بود. ولی خب یک پادشاه مغول با این همه مردمی که میگن دل به چیزی نبندی، با اینا با این فلسفه اینجوری چجوری کار کنه؟ نمیتونه که چیز بکنه، در نتیجه شکست خورد. نادر در یک لحظه از این طرف رفت دولت عثمانی رو شکست داد که اروپایی‌ها چهار پنج تا کشور که با هم متحد میشدن نمیتونستن عثمانی شکست بدن. نادر از این بر رفت عثمانی شکست داد، از این بر رفت هند رو گرفت. کارا اگه وارد این قضیه بشم بس طولانی میشه، نمیخوام وارد این قضیه بشم. بعد پیغمبر ایرانی اومد به نام مانی. مانی گفتش که فرشته‌ای بر من نازل شد از جانب خدا، پیغام داد گفت گوشت نخور، شراب نخور، به زنها هم نزدیکی نکن، تو و سران دین باید اینجوری باشه. خب میشه مثل کشیشای کاتولیک دیگه، به کشیشای کاتولیک میگن شما نباید زن بگیرید، زن نگیرید چیکار میکنن؟ یا با هم دیگه برمیرن، مثل آخوندهای ما تو حوزه علمیه. خب دوتا طلبه تو یه حجره بودن، بله دیگه. بعد یا راهبه ها رو ترتیبشون میدن، بسیار جایی که کشیش و راهبه نزدیک به هم توی ساختمان بودن، توی توالت های اونجا پر از استخوان های بچه ها بود. یعنی وقتی میرفتن توالت رو تمیز کنن، اون چاکن هایی که میمدن این چهار توالت تمیز کنن، دیدن کلی استخوان بچه نوزاد اون تو پیدا شد. راهبه ها رو حامله میکردن، بچه ها میبردن میداختن، یا بچه های مردم رو ترتیب شدن. این چقدر خونده که کشیش ها با بچه های مردم تجاوز کردن. این حاصل اینه که سران دینی ازدواج نکنن. مارتین لوتر اومد گفت ازدواج کنن، پروتستان رو درست کرد گفت ازدواج کنن،
ولذا کشیش های کاتولیک بهشون میگن پریست، اونا ازدواج نمی کنن، ولی کشیش های پروتستان بهشون میگن یه سوی دیگه دارن یادم رفت، اونا ازدواج میکنن. بعدم مزدک اومد، مزدک گفت اموال و زن مشترک بین همه هست. خب این اینا با دستورات زردشت که میگفت آبادسازی، اینا با آبادسازی، اینا هیچ کدوم جا آبادسازی بلد نیستن. در دین مسیح یه دفعه گفته برید کار کنی؟ نه، همش گفته که اینجا این دنیا غم است، اون دنیا شما پادشاهی در پادشاهی آن دنیا، یعنی این دنیا هیچه. آقای عیسی با 12 نفر چوب به دست پیغام میداد آقا در فلان جا فرشب مثلا آقای مثلا مالکی که با آقا فلان اینا دارید ما فرشب شام خونه شماییم، آقای که جرد داره بگه نه. میرفتن اونجا غذا رو میخوردن، شراب میخوردن، میفتادن میخوابیدن، معلوم نیست صبح کی پا میشدن دوباره برن شب خونه یکی دیگه. یک باغدار بزرگی، مالک بزرگی به عیسی پیغام داد من میخوام جزو یاران تو بشم. عیسی گفت برو اول باغت رو بفروش، انواریت رو بفروش، بین مردم قسمت کن، وقتی گدا شدی بیا پلو من. آخه این مذهبی که گداییه، آبادسازی نیست که، شادزیستی نیست که. خب این همه باعث شد که چیز به اصطلاح این به اصطلاح دولت ساسانیان رو به زوال گذاشت. گفتم بین 4 سال 628 تا 632 میلادی، بین این 4 سال 12 تا پادشاه به ترتیب پادشاه شدن، از جمله پوراندخت آزرمیدخت، چون کسی نبود خانم آقایون، چون کسی نبود. شیروی افته برادرش کشت، یه بچه خردسالش اومد پادشاه شد. اگر برادرش زنده بودن خب یه پادشاه درست حسابی انتخاب میکردن، یه بچه خردسال. بعد سردار اومد جاش گرفت، بعد اون یکی اومد، بعد اون یکی اومد. از جمله اینا میگن دو دخترای خودشو پریدن به نوبت پادشاه شدن. میگن بیبی از بی چادری بیرون نمیره، از بیمردی زنا را نزدی، از این که ببینی زردوش گفت مشی و مشیانه شما از امروز آدم شدید، مثل آدم عبا به شما یعنی یکی زن بودی که مرد به شما خرد دادم تا به طور مساوی دنیا را اداره کنید. یعنی در دین زردوش مرد و زن مساوی هست، ولی این باعث نشد که در زمان هخامنشی اشکانی ساسانی بانوی به پادشاهی برسه، ولی در زمان آخر ساسانی چون پسری نمونده بود، مردی نمونده بود. اگه سردار پادشاه میشد سردار را دیگه سودی میکردن، بودن چرا این پادشاه شده، چرا من نشم، میاد حمله میکردن اونو میگرفتن میکشتن، خودشون جاش میشدن یا یه نفر از خانواده ساسانی رو جاش میداشتن. خب وقتی کسی نداریم از خانواده ساسانی چیکار کنیم؟ آزرمیدخت و پوراندخت رو به ترتیب پادشاه کنیم. آزرمیدخت دختر بسیار زیبای خسروپرویز بود، یعنی هر دوتا دختر خسروپرویز بودن، ولی آزرمیدخت دختر بسیار زیبایی بود و مثل پدرش حیله‌گر بود. یک سردار بزرگی با دان اجدادی من تعلق کنم، فرخ خرمزد، باز این در اون زمان سپه سالار سپاه ایران بود، یعنی اگه سرداران دیگه بودن همه زیر دست این بودن، فرخ خرمزد بودن. این فرخ خرمزد کیه؟ این فرخ خرمزد پدر رستم فرخزاده. فرخ خرمزد به آزرمیدخت پیغام داد، گفت اجازه بدید من بیام از شما خواستگاری کنم، نیروی سپاهی من و خون ساسانی شما به کمک هم کشور رو دوباره یک پارچه کنیم، دوباره قدرتمند کنیم. آزرمیدخت با حیله این فرخ‌هرمزد رو کشت، مثل پدرش سعی میکرد که کشور رو از سرداران بزرگ تهی بکنه، همون کاری که
خود قلتو پروی میگم پادشاهان نگران از سرداران، سرداران رو میکشن، میترسیدن که اینا بیان بهشون حمله کنن، کما اینکه حمله کرد، برام چوبینه حمله کرد. خب به اونجا رسید که یزدگرد سوم پادشاه شد. یزدگرد سوم به روایت دینوری، همه میگن دینوری ولی من این گفتم، یه دفعه گفتم دینوری توی رادیو مانی، گفتم دینوری، بعد آقای انمیز، آقا عسکری مانی به من گفت که آقا این دینور، دینور یک روستایی نزدیک محل زندگی ما و میدونیم این دینوریه نه دینوری. برای دینوری عقیده داره که یزدگرد سوم وقتی پادشاه شد 16 ساله بود و طبری تاریخدان بزرگ ایرانی عقیده داره که وقتی یزدگرد سوم پادشاه شد 8 ساله بود. حالا ببینید در این بدبختی، حالا آقای عمر هوس کرده به ایران حمله کنه، یعنی آقای عمر هوس نکرده، آقای عمر در زمان محمد جنگ کردن، جنگ کردن تا جزیره العرب رو همه رو مسلمون کردن. آقای محمد در سوره ابراهیم آیه 4، ببینید این چیزی نیست که یادتون بره که ابراهیم، یاد ابراهام لینکلن بیفتید، ابراهیم یاد همین حج بیفتید که ابراهیم میخواست بچهشو کله ببره، بعد برد یه صحرایی، خب تنهایی بود خودش دیگه، بعد اومد دیدم مردم پسرش نکش کنند، تو گفتی میخوام پسرم ببرم بکشم که در راه خدا، گوه من نخصی رفتم پسرم رو بکشم، چاقو گذاشتم گردنش، چاقو کن شد نبوری، آخه مردی که با سنگم میشه یه نفر کش، با گلوشم بگیری میشه بکشی، با چاقوی کندم میشه کلر بوری، با چاقوی نونبوری گردن آقای دکتر شاپور، شاپور بختیار رو کشتن، بریدن، تو چاقو چان کن شد، هرکی مالیدی چی نشدی، خراش هم نیفته. بعد یه گوسفند اومد، عکس داری، ویدیو داری، فیلم داری، شاهد داری؟ نه هیچ کس نبود، خودم بودم. یه گوسفند اومد، فرشته اینا آورد، فرشته کی بود؟ چه شکلی بود؟ فرشته بود دیگه، آورد گوسفند رو، من چاقو رو دوباره گذاشتم گردن گوسفند، دیدم چیز شد، گردن گوسفند رو بردم. خدا به این وسیله من گفتش که کله پسرت نبر، کله گوسفند. البته این ببین، اینو بگم، این خانه کعبه تا حالا 3-4 بار خراب شده، یعنی با خاک مساوی شده، دوباره ساختنش. اون چیزی که اول ابراهیم ساخت مثل یه آغل بود، یعنی یک طویله بود، گوسفند توش نگه داشت. کار اون بود گوسفند فروشی، میخواست گوسفند خرید و فروش کنه، پس نمیخواست مردم برن بچه هاشون رو سر ببرن، میخواست مردم برن گوسفند سر ببرن، بیان از اون گوسفند بخرن ببرن سر ببرن. موضوع چیه؟ موضوع پوله. و بعد این ترتیب این برنامه باقی مون. حالا گفتم سوره ابراهیم، اینا رو گفتم که یادتونه سوره ابراهیم آیه 4 نوشته که، یعنی خدا تو قرآن میگه، محمد از قول خدا میگه، میگه ای مردم من هیچ پیامبری رو نفرستادم مگر از خود همان قوم و به زبان همان قوم. و 3-4 بار قرآن بازم تکرار میشه جاهای مختلف که خدا گفتش که من قرآن رو به زبان عربی خون آوردم که شما خوب بخونید، مردم ام القرا و اطراف آن، ام القرا یعنی مکه، مردم ام القرا و اطراف آن بفهمن، بخونن و بفهمن. اصلا محمد تو ذهنش نبود که بیاد مثلا جهان رو بگیره، محمد میخواست همون عربستان سعودی، میخواست جای، میخواست جای ابو سفیان رو بگیره، میخواست خودش حکومت کنه. اصلا دعوا بر سر پادشاهی بود. وقتی که قوای محمد وارد مکه شد در اون آخرین بار، ابو سفیان همش میگفت، گفت این اسلام همه این حرفا حرفه، این فقط میخواست پادشاه بشه که شد. عمر
وقتی پادشاه بعد این گفتم اجازه بگم برگردم، محمد در طول عمرش، یعنی در طول عمرش نه دیگه، در عرض 13 سال آقای محمد 40 ساله بود مبعوث شد، یعنی 40 سالش که شد رفت خدا من گفت تو پیغمبری، شاهدم که ندارید بگو دیگه، میگی نه برای خدا بپرس. بعد 10 سال تو مکه بود که هیچ کاری نتونست بکنه، بعد میخواستم بکشن شبانه، فرار کرد به مدینه. وقتی رفت مدینه با ابوبکر فرار کرد، رفت طرف مدینه، از ترس جانش فرار کرد. علی رو تو جای خودش خوابون، اون عده‌ای که اومده بودن شبانه محمد رو گفتن، وقتی دیدن علی بابا چه خبر چه خبره، گفتن تو کی هستی؟ گفت من علیم. گفت من محمد که گفت رفت دیگه، اینو نمیاد بودن علی رو بکشن که، اومده بودن محمد رو بکشن، رفت. محمد رفت، وقتی رفت مدینه، اتفاقی فیلمی هست، فیلم مسنجر، حتما اگه بخواید میتونید سفارش بدید، هنوز هم دیگه از طریق اینترنت اینا ببینید، خیلی فیلم خشنگیه، دوبله به فارسی، زمان شاه دوبله به فارسی شد، من دوست دارم های ایران دیدم، خب فیلمی که دوبله به فارسی باشه 100% میفهمیم، فیلم هایی که انگلیسیه ما میریم یه بخشش میفهمیم دیگه، خیلی وقتا میشه من میرم تو سینما همه میخندن من نمیخندم، بلکه همه فهمیدن چه اتفاق خنده دار افتاد، من نفهمیدم چه اتفاق خنده دار افتاد و نخندیدم. حالا مثلا 10 دفعه مردم میخندن، 3 دفعهش منم میخندم، 7 دفعهش من نمیخندم. خب رفتن اون فیلم رو ببینید، بسیار جالبه، آقای آنتونی کوین در نقش حمزه عموی پیغمبر بازی میکنه. آنتونی کوین نشون میده حمزه عموی پیغمبر تو فیلم، ولی پیغمبر نشون نمیده، سایهش نشون میده. آنتونی کوین میاد میگه ما محمد برادر زاده من، اینجا ما همه گرسنگی داریم میمیریم، ما که اگه مکه اومدیم اینجا که گندم تو کورمون نیوردیم که، ما همه یه هرچی داشتیم اونجا گذاشتیم، اینجا هیچی نداریم، کار نداریم، درآمد نداریم. محمد گفت چی که پیشنهاده چیه؟ گفت بریم خارت کنیم، کاری که همین شغلمون هم پدرامون هم همه کاره بودن دیگه، میرفتن سر قبیله ها، خونه ها، شهرهای کوچیک، روستاها، کاروان ها غارت میکردن، مردم اونجا یا فرار میکردن یا کشته میشدن، زن و بچه هاشون هم اسیر میشدن، اموالشون هم گاو و گوسفندشون همه رو میگرفتن. میگه بذاریم غارت کنیم. از وقتی محمد میگه اجازه داد که برید غارت کنید، کارش گرفت. میدونی برای چی؟ برای که هر کی دزد و آدمکش و غارتگر و چپاولگر توی اون مناطق بود، همه بندگی گفتن آه ما تا حالا دزدی میکردیم، آدم میکشتیم، زن مردم رو درد نشون میدادیم، ما میگفتن آدم های بدی هستی. حالا یه نفر اومده میگه که این کار خوبیه، به شرطی که یه خمسش بدید، من خمسش من بدید، تازه اگه کشته بشید میرید بهش حولیا بایستن منتظر تونن. مردم ساده دلم باور میکنن، مثل ما ساده دل باور میکنیم که ما اینقدر ملت مترقی هستیم که 2 تا زن رو به پادشاهی انتخاب کردیم، متوجه نیستیم که کسی نبود، از نبودن کسی اینا رو انتخاب کردیم و این 2 تا مثل بقیه 12 تای دیگه که از زمان خسرو پهلوی تا یزدگرد پادشاه بودن، این 2 نفر زن بله اون 10 تا مرد، ببخشید اینو میگم، کشور رو به گند زدن، با اونقدر ضعیف کردن، اینقدر سردارا با هم بد شدن که وقتی که رستم فرخزاد رفت به جنگ سعد بن ابی وقاص در قادسیه، رستم فرخزاد معمولا اون موقع جنگ ها جناح وسط داشت، جناح راست داشت، جناح چپ داشت، سنتی اینطوری بود، جناح وسط رو خود رستم فرخزاد فرماندهی میکرد، جناح راست و چپ رو اتفاقا 2 نفر بودن، هرمز و هرمزان. و یا تو باشه این رستم فرخزاد هم پدرش که فرخ خرمز بود به وسیله آزرمیدخت کشته شده بود، پس این پدر کشتگی داشت با خانواده ساسانی، پدرش کشته بودن، پس آنچنان دل به جنگ نمیداد و اون 2 نفری که سردار راست و چپش بودن اونا هم حسودی میکردن به این که اگه این پیروز بشه مگه شهر براز نه پادشاه شد، مگه برهام چوبینه نرفت پادشاه شد،
پس این هم این پیروز بشه میره پادشاه میشه. غیر از این دوتا چند تا سردار دیگه هم پادشاه شده بودن و لذا اونا کمکش نمیکردن، یعنی ظاهرن اونجا بودن. البته اونا متوجه نبودن که خب این شکست بخوره بعدا خودشون هم دونه دونه کشته میشن. به هر حال ایران در اون جنگ شکست خورد، بهرام خود بره رستم فرخزاد کشته شد و ایران شکست خورد. بعد ایرانی ها به خود اومدن، به خود اومدن چندین بار جنگ کردن در جنگ های مختلف در استخ. میدونید چرا جنگ کردن؟ برای که یکی از باورهای زردشتی بود آبادسازی، داد یعنی عدالت، شادزیستی و دهشمندی و جنگ با بدی ها. وقتی عرب آمدن و مسلمون شدن چی شدیم؟ شدیم خدا هرچی بخواد همونه. تو قرآن هست الان من نفسیستم اگه برگی از درخت بیفته به دستور خداست. همه نامه اعمال همه نوشته شده همونطوری که اونجا نوشته، مثل یه نمایشنامه که نوشتن ما داریم اجرا میکنیم، همونطوری که نوشته شده اجرا میکنیم. ما هیچی، هرچی این دنیا بدی بکشیم اون دنیا خوبی بکشیم. خب این باورها خب دیگه میگه ولش کن دیگه، کشتشون هم اقلا اون دنیا بهشت هست دیگه. زردشت میگه آبادسازی، میگه جنگ با بدی ها. آقای محمد رضا شاه وقتی خمینی رو گرفتی، وقتی خمینی میخواست تو رو از سلطنت بندازه، وقتی خمینی گفت آقای شاه نذار من بگم اسرائیلی همه بیرونت کنن، وقتی رو منبر این همه به تو بدی گفت، وقتی راه انداخت افرادی رو تهیه و فلان اینا رو که بیاد تخت سلطنت تو رو بندازه بیاندازه، وقتی گرفتیش بکشش دیگه. نه، راضیم به رضای خدا، اگر خدا بخواد این میشه، اگر خدا بخواد این نمیشه، من ولش میکنم. این ولی صورت سیلی زد این ولش هم بزن. این همین باور شیعه ماست که هیچ کاری نکن، بذار هر بدی دیدی اب نداره، در اون دنیا خوبی میبینی. امام زمان میاد تلافی تو رو میگیره، همش بگو امامه. زردوش میگفت شادزیستی، شیعه میگه زارزیستی، همش زاری کن. من این دفعه خیلی سوال کردم، یه سوال دیگه هم میکنم. ببینید هر کس که به دنیا میان در همون لحظات اول معلوم میشه که ملیتش چیه. من ملیتم ایرانی شده، خیلی من بابت خوشحالم. اسمش چی میشه؟ اسمش چون پرویز مینویی، اینم اعتراضی ندارم. مذهبم چی میشه؟ دینم چی میشه؟ من شدم شیعه دوازده امامی. حالا من از شما میپرسم، شما اگه اسمتون رو گذاشته بودن مثلا علی محمد جعفر کلاخور، علی محمد جعفر کلاخور چیکار میکردی؟ اگر اسمتون رو گذاشته بودن علی محمد جعفر کلاخور شما چیکار میکردی؟ قطعا میرفتید عوض میکردی دیگه. خب حالا اگه شما خودتون بودی اسم خودتون میذاشتید محمد علی جعفر کلاخور؟ نمیذاشتید که، اسم خوب میذاشتید. حالا اگر شما اختیار، یه آقای هست به نام رئیس جمهور تاجیکستانه، بله الان یاد برمیدون چون یه در حسیت یادم میاد، این رحمانوف، علی رحمانوف یا علی رحمان اوفشو برداشته یا باشه، ایشون گفته که هیچ بچه ای رو پدر مادر حق ندارن نه به کلیسا ببرن، نه به کنیسا ببرن، نه به بتخانه ببرن، نه به مسجد ببرن. هیچ پدر مادری حق ندارن بچهشون رو به یک محل مذهبی، معبد، امامزاده، هر یک جایی ببرن. باید صبر کنن بچه 18 سالش بشه خودش تصمیم بگیره هر دینی میخواد. شما اگر 18 ساله شده بودی بین این همه دینی که دو دنیا هست میگفتن یک دین و مذهبی برای خودتون انتخاب کنی، چی انتخاب میکردی؟ دوباره میرفتی میگفتی من شیعه دوازده امامی میخوام میشم که امام زمان بچه 5 ساله رفته تو هوا یه روز از هوا میان؟ من که بودم این انتخاب نمیکردم. ما آدم مثل که اسمم اگه بود علی محمد جعفر کلاخور عوضش کرده بودم، اسمم اگه بد بود عوضش کرده بودم، این شیعه هم عوض کردم.
بیاید واقعا ما در طول تاریخ بارها دین و مذهب اونو عوض کردیم، بیاید عوض کنیم. یه سری آدم ها احتیاج به این که یک پیغام پیامبری داشته باشن و یک خدایی داشته باشن ندارن، مثل من. یه سری آدم ها مجبورن، یه جوری ساخته شدن، هنوز به اون مرحله نرسیدن که خودم بتونن خودشون کاملا آزاد بدن، یه جوری باید وقت باشن به آسمان. پیل زردوش چی بشن؟ البته زردوشتی، نه زردوشتی که این آخونده زردوشتی میگن، نه زردوشتی بگه همین، فقط همین آبادسازی، داد، دهشمندی، شادزیستی، جنگ و بدی ها، هم پنجتا رو شعار خود رو کنن، با این پنجتا زندگی کنن. اگه میخوان دین داشته باشن، یا زردوشت پیغمبر در جمعه نجات بده خدا، یا زردوشت پس جمعه نجات بده، این کاره میخوان بکنن، بکنن با. اگه میخوان نه بگن آقا بچه هم مریض بهترین دار دکترها داروها رو میبرم، خوب شد شد، نشد دیگه، من چیکار کنم؟ نمیشه بچه یه ساله سرطان گرفته، شیش ماه معالجه کردم بعد مرد. خالا هی گریه کن به امام زمان و به پیغمبر و فلان اینا، من اینو گفتم تکرار میکنم، چند به امام گفتید خالا والا؟ هیچکی نگفت چرا تکرار میکنید، حالا من یه چیز در دوباره میگم، میگم تکرار میکنید. خانم من این جلوی حیات نشسته بود، میخواست پاشه، سختش پاشدن، دست که گرفتم، بازو که گرفتم، تا نصف را آوردنش بالا، گفت یا علی، آهسته گذاشتیم مهم. گفتم تکلیفت معلوم کن، من کمکت کنم یا علی؟ اگه علی میخواد کمکش کنه من چی کارم میرم سر کار؟ گفت نه پرویز تو بیا کمکم کن با. گفتم پس تو از پرویز مینوی کمک میخوای، من کمکت میکنم. از علی گفتم آقا از اول عمر تا حالا چند بار گفتی یا علی؟ هزار بار، ده هزار بار، چند بار؟ یه دفعه یه نفر گفته چی میگه؟ اصلا علی که فارسی بلد نموده که، اصلا علی مرده که، آخه مرده که جواب نمیده که. ما ببینید، ما باید خودمون اصلاح کنیم خانم آقایون، ما باید فکرمون اصلاح کنیم. ما ملت فکرمون خراب بود، چهامون هم فکرش خراب بود. من یه نوشته رو براتون میانم، یه دفعه میخونم، نه من خب میدونید توی 6 تا رسانه کار میکنم، یه مطالبی رو اونجا میگم، اینجا نمیگم، اینجا نمیگم، اونجا، حالا همینطور میگم. آقای کارتر وقتی که در شب سال نو، شب کریسمس و سال نو توی ایران بود، مهمون شاه بود، به شاه گفتش که سخنرانی کرد، گفت اینجا جزیره ثبات خاورمیانه است. حالا این که مهم نیست، خب ایران جزیره ثبات بود. گفتش که اینا همش از بزرگواری و رهبری شاهنشاه بزرگ شماست، این هم ابن نظر. گفت من آقای محمد رضا شاه با شما صحبت میکنم، شما بزرگترین رهبر جهانی، من هیچ رهبری رو در جهان به اندازه شما قدرتمند و توانا و دانا ندیدم، شما از همه رهبرهای جهان بزرگترین. من اگه جای محمد رضا شاه بودم گفتم مرتی خر برو پدرتو چخان کن، خجالت بکشون اومدی نون من خوردی من مسخره میکنیم، تو از همه رهبرهای جهان بزرگتری، یعنی چی؟ یعنی من کشور جهان سومی که تازه دارم سعی میکنم که از زیر آب بیام روی آب، حالا از مثلا آلمان و فرانسه و انگلیس و امریکا و ژاپن بالاتر شدم. ببینید مگه اون نویسنده ما نمیستن که ما اینقدر ملت بزرگ هستیم که دو تا پادشاه زن داشتیم؟ برای که ما اینجامون عیب داره، من عیب دارم، خودم عیب دارم. وقتی همه ملت ایران اینجاشون عیب داشته باشه، پادشاهش هم عیب داره دیگه. خمینی که میخواست پادشاه رو بکشه ول میکنه، میگه برو تبعید، برو فرانسه، برو عراق. وقتی میخواد بره فرانسه، اتفاقا ژیسکار دسکن سوال میکنه، میگه آقای محمد رضا شاه این میخواد بیاد فرانسه، شما اجازه میدید ما بهش ویزا بدیم؟ باید آقای محمد رضا شاه میگم نه، گفت بله باشه ویزا بدیم. بگذاریم دیگه، اینجوریست. خیلی متشکرم از خانم و آقایونی که به برنامه من پرویز مینویی توجه کردید، سپاسگزارم ازتون. از جناب پارسا سربی که در اتاق فرمان برنامه رو کارگردان و فنی کردن سپاسگزارم.
براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم.